میخوایم به صورت دقیق مطابق با پلان معماری ستون هامون رو ترسیم بکنیم از این گزینه استفاده خواهم کرد یا همونطوری که گفتم در منوی Draw از قسمت Draw Column Beam Brace Objects گزینه Quick Draw Columns رو انتخاب میکنم زمانی که شما این گزینه رو انتخاب میکنید یک پنجره براتون باز میشه ردیف اول از شما سوال میکنه که ستون هایی که خواید ترسیم کنید بر اساس کدوم مقطع هستش کدوم مقطع رو به عنوان ستون میخواید انتخاب بکنید ما میتونیم ستون طبقات رو در واقع طبقه به طبقه ترسیم بکنیم و برای هر طبقه مقطع اون طبقه رو انتخاب بکنیم و یا اینکه نه به صورت پیش یک ستون رو برای کلیه طبقات در نظر بگیریم و بعدا از منوی اساین اصلاحات لازم رو انجام بدیم که ما از روش دوم استفاده خواهیم کرد پس به صورت پیش فرض 30 60 20 25 رو انتخاب میکنیم برای کلی طبقاتمون و بعدا از منوی اساین اصلاحات لازم رو انجام خواهیم داد ردیف دوم مومنت ریلیز هستش که مربوط به وضعیت گیرداری یا اتصال در واقع ترسیماتتون هستش با توجه به اینکه اتصالات گیردار خواهد بود در سازه بتونی ما از کانتینیوس استفاده خواهیم کرد دقت بکنید که اگر که شما اتصالتون مفصلی بود این گزینه رو باید به پین تغییر بدید ولی در سازه بتونی ما از اتصالات گیردار خواهیم داشت گزینه های بعدی مربوط میشه به حالت ترسیمش که اگر که بخواید آفست داشته باشید یا به عبارتی ستونتون حالا چند متر در جهت X یا Y به سمت دیگه‌ای در جایی که ترسیم میکنید رسم بشه میتونید این قسمت ها رو هم انتخاب بکنید انجل هست مربوط به زاویه ای که ستونتون قرار خواهد گرفت ما به این قسمت ها کاری نداریم چون که ما دقیقا ستون رو در آکس ها ترسیم خواهیم کرد بریم به پلان معماریمون همونطوری که میبینید ما در پلان معماری در آکس 3 در تمامی جهت ها ستون داریم آکس دوپرین رو داریم که فقط در آکس دو پرینسی در واقع ما ستون داریم و در آکس دو در ردیف سی ستونی قرار نداره همینطور در آکس یک هستش که در کلیه ردیف های جهت ستون ستونگذاری موجود هستش با توجه به این پلان ستونگذاریمون رو انجام خواهیم داد خب میتونید این پنجره رو ببندید اگر که دقت بکنید ما ستونی که میخوایم ترسیم بکنیم در قسمتی که نشانک وجود داره به صورت پیشورز به ما نشون داده دقت کنید موقعی ترسیم ستونها حتما علامت سبز رنگ به اضافه دیده بشه برای اینکه شما با خروج از مرکزیت ستون هاتون رو ترسیم نکنید. من این گزینه رو بر روی سیمیلر استوریز قرار میدم و شروع میکنم به ترسیم ستونها. در این قسمت ستون داشتیم، این آکس بود، آکس بندیمون به شکل زیر هستش. دوستان دقت بکنید ما طبقه خر پشتمون، اگر که به پلان معماری دقت بکنید در این قسمت ادامه پیدا کرده. بنابراین من میتونم الان در وسط ترسیم این کشو رو بر روی اول قرار بدم و این چهار تا ستونم رو در حالتی ترسیم کنم که برای طبقه خرپشتم هم ستون ترسیم بشه دقت بکنید من با این نشانک ها با این فلش ها طبقات رو یک به یک بالا میرم دیدید من این دو ستون رو در حالت اون استوریز رسم کردم بنابراین برای, برای خر هم این ستون ها ادامه پیدا کرد حالا میخوام که برای خرپشته دو ستون باقی مانده هم ترسیم بکنم این رو برای وانستوری قرار میدیم و ستون های خرپشته رو ترسیم میکنیم برای اینکه از حالت انتخاب خارج بشید از حالت ترسیم خارج بشید از این قسمت سلکت آبجکت و یا از همون منوی Draw Select Objects رو انتخاب می‌کنید. شما از حالت ترسیم ستون خارج شدید. بعد از ترسیم ستون‌ها نوبت میرسه به ترسیم تیرهامون. ما ترسیم تیرها رو هم در پلان انجام خواهیم داد. دقت می‌کنیم که این کشور رو بر روی سیمیلر ستوریز قرار میدیم تا تمامی تیرهایی که من در روف ترسیم می‌کنم عیناً در طبقات مشابه که طبقات پایینیش هست تکرار بشه. برای ترسیم تیرها باز هم از منوی درا دراپ بیم کالم بریس آبجکت ما دو تا گزینه داریم این دو گزینه اصلی هستن برای ترسیم تیرها گزینه اول درا بیم کالم بریس که در منوی پلن الیویشن و تریدی فعال هستش گزینه دوم کویک دراپ بیم کالمز هستش که در واقع در باز هم هر سه پنجره فعال هستش این دو گزینه رو اگر که دقت بکنید در نوار آیکن سمت چپ هر دو موجود هستش